بابک، گزارش ها در دقایق گذشته از احتمال ورود زمینی ارتش اسرائیل به خاک لبنان میده. وضعیت در مرز اسرائیل و لبنان چگونه است الان؟ 48 ساعت پس از عملیات بزرگ اسرائیل که به کشته شدن حسن نصرالله در پایتخت لبنان بیروت انجامید، اسرائیل همانطوری که بنیامین نتانیاهو هم قولش را داده بود پا را از روی گاز بر نمی دارد و به حملات شدید هوایی خودش همچنان ادامه می ده. اما گزارش های مبنی بر آغاز یا شروع احتمالی عملیات های کوچک و حرکت از داخل اسرائیل به سوی لبنان به هدف از کار انداختن مواضع حزب الله که دقیقاً در مرز با اسرائیل قرار دارند در دقایق گذشته منتشر شده. شبکه ABC به نقل از دو منبع آمریکایی گزارش کرده که به نظر می‌رسد که اسرائیل هنوز به طور قطعی تصمیمی برای آغاز عملیات بزرگ نظامی علیه حزب الله نگرفته، اما به گفته اونها اسرائیل برای این اقدام آماده هستش و ممکن هستش که در ساعات و روزهای آینده این عمل را انجام بده. پیش از این هم ما تانک های زیادی، صدها تانک را در خیابان ها دیده بودیم که به سوی شمال اسرائیل در حرکت هستند. بولدوزرهای دینوه که برای باز کردن راه و ورود به لبنان برنامه ریزی شدن و کار اونها این هستش که بسته های انفجاری در کنار جاده را نابود بکنن هم در کنار مرز با لبنان قرار دارند. دو تیپ سربازان ذخیره اسرائیلی به خدمت فراخوانده شدن و در اونجا آماده هستند. روز گذشته یک رزمایش بزرگی از ورود نظامی و زمینی به خاک لبنان به پایان رسید. میشه گفت که همه آماده هستند و آنچه که هرتزی هلوی رئیس ستاد نظامی اسرائیل اعلام کرد، یعنی اینکه پوتین های سربازان اسرائیلی به زودی در خاک لبنان قدم خواهند زد، داره به وقوع میپیونده. ارتش اسرائیل هم میگوید که در طول شب و بامداد امروز هم ده‌ها هدف در لبنان را مورد حمله قرار داده. بر اساس بیانیه‌ای که بیرون داده ارتش، این اهداف از جمله شامل پرتابگرهایی که آماده شلیک به اسرائیل بودند، همچنین ساختمان‌های نظامی و ساختمان‌هایی که در اونها تسلیحات نگهداری میشه بودند. دیروز یکی از بزرگترین اهداف موشکی حزب الله لبنان که در اون ده‌ها موشک ساحل به دریا نگهداری میشد مورد حمله اسرائیل قرار گرفت. حملات اسرائیل همچنان به شدت ادامه داره. از آن سو حزب الله لبنان هم حملاتی را به اسرائیل هرچند محدود انجام میده. بابک، میبینیم که نخست وزیر سابق اسرائیل در صحبت‌های خودش گفته یک فرصت تاریخی است برای نابودی حزب الله. واکنش‌ها در بین مقامات اسرائیلی چه است؟ آنچنان به مقامات سیاسی، به آنچه که نفتالی بنت گفته، باور ندارند. یعنی اینکه نابودی کامل حزب الله با یک عملیات زمینی و یا هوایی آنچه نیستش که به پایان کار حزب الله لبنان بیانجامه. با این وجود نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، همونطور که گفتی در گفتگویی که با CNN داشت، این فرصت را تاریخی خواند و گفتش که میشه به تهدید حزب الله کاملا پایان داد. به گفته بنت، حزب الله در حال حاضر به طور موقت به شدت آسیب دیده، زخمی هستش، اما اگر اکنون اون را رها بکنیم 2 تا 3-4 سال دیگه دوباره میتونه به ما ضربه بزنه و این چیزی نیست که هیچکی از ما بخوایم. او میگوید که نابودی حزب الله البته فقط با اسرائیل نیستش و مردم لبنان هم باید بر علیه حزب الله قیام بکنن. به گفته او حزب الله لبنان را دزدیده و به سوی نابودی میبره. ممنونم از توضیحات بابک اسحاقی، خبرنگار ایران اینترنشنال در تل‌آویو.